با درود و تسلیتی صمیمانه به ملت سوگوار ایران، سوگوار در جای جای این سرزمین پهناور، خانواده هایی که فرزندانشون رو در زندان از دست دادند، خانواده هایی که در صحن خیابان ها آسیب دیدند، خانواده هایی که عزیزانشون در میان شعله های آتش سوخت و فریادرسی نبود. ملت سخت سوگوار است، اگرچه رهبری ولایی کشور یعنی ولی فقیه با صدایی رسا و ناشی از حظ قدرتمداری، پیروزی نیروهای سرکوب و قوه قهریه رو بر ملت خودشون شادمانه به رخ ملت میکشه، ملت در موجی از اندوه چه در داخل چه در خارج کشور چشم به امید روزهای روشن دوختند و روز روشن یقیناً فرا میرسه. فکر کردم امروز رو به کالبد شکافی روانی این افتخیزهای در واقع سیاسی و به دنبالش روحی و روانی اختصاص بدم. در درجه اول در گوشه و کنار میشنویم که یک یأسی از نداشتن یک رهبری قاطع و رهبری به اصطلاح نشسته بر دل جوانان سلحشور در داخل ایران وجود نداره و این رو به صورت یک نقطه ضعفی برای این خیزش های پی در پی و متناوب میبینن. من درست برعکس فکر میکنم ایران در خم یک تحول بزرگ سیاسی قرار داره تا با بزرگترین مصیبت تاریخی و ملی خودش خداحافظی کنه و اون دل سپردن به یک فرد برای ایجاد دگرگونی در مملکت. خب ما میدونیم که تاریخ 2500 ساله پادشاهی داشتیم، در میان پادشاهانم پادشاهان خوب و دلسوز و وطن پرست بودن و نام نیکو از خودشون بر جای گذاشتن، پادشاهان فاسد و بیلیاقت و وطن فروش هم بودند که سهمشون در تاریخ مشخص شده، پادشاهان صفاک بودند، پادشاهانی عادل و با مروت و آزادخواه هم بودند. ما کوروش ها رو داشتیم، انوشیروان ها رو داشتیم، رضا شاه رو داشتیم در تاریخ مدرنتر که نسبت به وطن پرستی او شبهه‌ای نیست، اگرچه روشش روش آزاد منشانه نبوده که شاید با بافت اجتماعی سیاسی فرهنگی زمانه خودش هم
همون گونه که آتاتورک در ترکیه اقدام کرد شاید متفاوت از این نبود. این قضاوت بر عهده تاریخ نویسانه، نه من روانشناس. اما من روانشناس میتونم برگردم به یک مدل کوچک از یک کشور، مدل کوچک، واحد کوچک اجتماعی در هر جامعه خانواده است. ما دوران پدر سالاری داریم که در خانواده یک نفر فرماندهی میکنه و خوب و بد خانواده رو تعیین میکنه، صلاح و غیر صلاح خانواده رو مینویسه، تصمیم گیری های مالی میکنه، تصمیم گیری های ارتباطی میکنه، تصمیم گیری های عقیدتی و باوری میکنه و مادر هم در بهترین شکلش پشت این پدر قدرتمند میسته و تشنج خانواده رو کمتر میکنه. بچه ها با این مدل صدور فرمان از بالا به پایین یا یاغی میشن و بر علیه این سیستم میتازند و هر کدوم راه خودشونو میرن، یا تسلیم میشن و بچه خوبه‌ای هستن که این مسیر رو ادامه میدند، و یا بچه هایی که در واقع عزلت گزینی انتخاب میکنند و از واحد خانواده و هر نوع رابطه دیگر گریزان میشن. در چنین مواردی معمولا یک تحول نفوذی از دنیای بیرون که در دنیای امروز ما میدیاست، فضای مجازی، تکنولوژی، میتواند آنقدر اطلاعات به این سیستم بسته وارد کنه که سیستم بسته خود به خود مجبور به باز شدن باشه. حالا این واحد خانواده وقتی سیستم باز میشه، اون وقت پدری که همه قوانین رو مینوشته و فرمان صادر میکرده، چند مسیر رو میتونه طی کنه. یا متوجه معیوبات یا عیبهای یا عوارض ناشی از دیکتاتوری و سلطه و تکفرمانی خودش بشه و سیستم رو از یه سیستم بسته به سیستم باز منتقل کنه و یک ریفرم در نظام خانواده به وجود بیاد. هفته یه شب بشینن همه بچه های خانواده احساساتشون رو نسبت به یه مسئله بگن، وقتی میخوان سفری تنظیم کنن از همه پرسی کنن، وقتی میخوان سرمایه گذاری کنن همه توش حرفی داشته باشن. به عبارت دیگه نظام خانواده از نظام استبدادی به نظام دموکراتیک تبدیل بشه و در این مدل دموکراتیک متناسب با سن فرزندان حق مشارکت اونا در تصمیم گیری های کوچک تا بزرگ مشخص میشه. اگر در یک سیستم کوچک که خانواده کوچکترین واحد یک اجتماع هست، به اصطلاح ایده ها حکومت بکنه و ایده ها مجموعه ای از ایده های افراد اون خانواده باشه، در جامعه هم میتواند ایده ها نقش رهبری رو بازی کنه. من داشتم فکر میکردم این شعارهایی که جوانان در این خیزش میدادن، نگاه میکردم میدیدم که جوانان جسور و آزاده ما در برابر یک حکومت پنجه آهنی و بیره که خطر رو می شود به خوبی احساس کرد، چند هدف رو خیلی روشن به عنوان رهبری خیزشای خودشون انتخاب کردن. هدف اول آزادی
آزادی های فردی و پس گرفتن کشورشون از دست جمعی مرتجع و کجندیشه که در واقع با فساد و تاراج منابع ملی حکومت خودشون رو نگه داشتن. حالا اگر هدف اینقدر روشنه، یعنی در واقع مردم خیلی روشن آزادی های فردی و مدنی رو مطالبه می کنن، استقلال مملکتشون رو مطالبه می کنن و نظارت بر سرنوشت خودشون رو و آنچه که مصلحت شکوفایی مملکت خودشون هست مطالبه می کنند و جدایی دین عبوس از حکومتی که باید مداراگر باشه و دیگراندیش رو پناه و امنیت بده مطالبه می کنند، این خودش یک آرمانه که نقش رهبری داره. خب حالا اطلاعاتی که این شبکه بسته رو ترکونده، باز کرده، وسایل ارتباط جمعی بوده. به همین دلیلم بیشترین هزینه رو حکومت کرده، چه در سطح رئیس جمهور مسئول امور اجرایی، چه در سطوح قوه قضاییه و سطح رهبری اومدن فقط نیرو صرف کردن که اطلاع رسانی رو مخدوش کنن، فیلتر کنن. چرا؟ چون میدونن این پاشنه آشیله. خب اما من به عنوان روانشناس چه تغییری و چه دگرگونی میبینم؟ ببینید، کسانی که در حکومت‌های استبداد زندگی کردند و یک میراث کهن دارن از این مدل اداره امور، به قول اریک فرام به اصطلاح وحشت دارن از آزادی. کتاب گریز از آزادی اریک فرام خیلی قشنگ این مسئله رو مطرح میکنه که ما وقتی که خواهان آزادی هستیم احتمالاً در نظام‌های دیکتاتوری داریم ساختار شکنی می‌کنیم و ساختار شکنی همیشه یک بیم و هراس به دنبال خودش میاره. وای اگر امنیت موجود هم از دست بره. حکومت هم که خب از این بیم و از این به اصطلاح روانشناسی بیم و هراس استفاده میکنه، سرمایه گذاری میکنه، راجع به هرج و مرج حرف میزنه، حتی یه نیروهای نفوذی رو میفرسته که یک تظاهرات آرام و مدنی رو تبدیل بکنن به یک تظاهراتی که توش آنارشیست و تخریب باشه که بعد مردم بیشتر بترسند. در اینجا هست که من یک شیفتی میبینم که روانشناسی بیم و هراس که بیشتر افرادی در سنین ما، افرادی که در واقع به یک عافیت اندیشی تن دادیم، به یک روانشناسی حالا همین ثباتی که وجود داره حفظش کنیم و نگهش داریم، ما رو رو در روی جوانانی قرار میده که جسورانه ساختار شکنن. خب و ثبات خفقان آور و بیمارگونی که کشور رو به تدریج به مرز سقوط میکشونه، این ثبات رو نمیخوان و دارن ریسک میکنن. بنابراین روانشناسی نسل عافیت اندیش که ما باشیم بیم و هراسه، روانشناسی جوانان بیم و امید، میترسن، درسته،
ولی امید به تغییر دارد. این اون تفاوت عمده‌ایه که باعث میشه در یک جایی جوانان از نسل ما مایوس بشن، چون ما میخوایم آنچه که هست از دست نره، ولی برای اونها آنچه که هست مصیبت باره. بنابراین این ریسک ساختار شکنی رو بر می‌دارند. حالا چرا من به این به صورت یک عنصر مثبت نگاه می‌کنم؟ ایران مثل بسیاری از کشورهای اون منطقه، منتها با پتانسیل فوق‌العاده بیشتر، میتوانه به کمک نیروی عظیم جوان و جوانانی که به درستی نشانه رفتند به قلب مصیبت، میتواند در یک چرخش بسیار متحورانه از سازش و تغییر گام به گام به یک تحول به اصطلاح منتقل بشن. و اون تحول واقعا تحول این حکومت فقط نیست، تحول بزرگتریه، تحول بزرگتریه، گریز از حکومت‌های تکفردی و گرفتن سرنوشت مملکت به دست اکثریت مملکت از طریق ایجاد آزادی‌های مدنی و بنیادهای دموکراتیک. من چنین افق روشنی رو میبینم. من چنین افق روشنی رو میبینم که یک تغییر تاریخی. ببینید در انقلاب 57 که ماها هم نسل شما جوونا بودیم، ما به گمان خودمون یک حکومت تکفردی سلطنتی رو نخواستیم و جمهوری رو خواستیم. خواستیم که یک جمهوری به وجود بیاد، غافل از این که در بطن جامعه یک دیکتاتوری مخوفتری به نام حکومت دینی میتواند بجوشد و بیرون بیاید. اما امروز فرزندان همون والدین، حتی جوانانی که علایق و دلبستگی های دینی به اسلام دارند، متوجه خطر حکومت دینی هستند و امروز این جوانان هستند که به احتمال قوی ایران فردا رو به سمت یک دموکراسی هدایت میکنند و گریز از آزادی ندارند به بهانه امنیت و عافیت اندیشی. ممکنم هست که بهاش سنگین باشه، پرداختند و میپردازند، شرم بر ما حاشیه نشینان. اما در این انتقال تاریخ ساز حتما یک حکومت مسلح تا بن دندان به قوه قهریه متوسل خواهد شد. اما تا کی
در برابر کدام نیروی عظیم برخواسته. تردیدی نیست که این حکومت بین 7 تا 8 میلیون نیروی مسلح جیر بگیر در اختیار داره که حیاتشون در حیات و بقای این حکومته. اما این کجا و جمعیت 80 میلیونی ایران جوان کجا؟ من وقتی از روانشناسی بیم و هراس صحبت کردم که خطر عقب نشینی هست به بهانه عافیت اندیشی که مال نسل ماست که نگرانیم که آنچه که داریم از کف نره، و نسل بیم و امید که امید اینو داره که با ساختار شکنی حتی آرزوهای نسل قبل خودش رو به ثمر بنشونه، منظورم از این چیه؟ عذر میخوام، یک مثال به اصطلاح علمی میزنم که فقط مفهوم روانشناسی بیم و امید روشن‌تر بشه. در یک آزمایشی آمدند موشهایی رو در سطل‌های آب انداختند و این موش‌ها شروع کردند پا زدن و تا مرز مرگ اینا جلو رفتند. بعضی از این سطل‌ها رو در لحظات آخر قبل از خفگی تهش رو باز کردن، آبا بیرون ریخت و موش‌ها بیرون آمدن و موش‌های جان به در برده، موش‌های جان به در برده مورد آزمایش‌های بعدی قرار گرفتن. در آزمایش‌های بعدی تفاوت محسوسی دیده شد حتی در نسل‌های بعدی موش‌ها. اینا رو تا 6 یا 7 نسل آزمایش ها رو کردن و ادامه دادن، متوجه شدن اون نسل موش های جان به در برده 27 بار از نظر زمانی طولانی تر از نسل های بعدی موش هایی که پا زدند و بیفایده بود و بالاخره جان سپردند. در اینها روانشناسی بیم ولی امید مقاومت اونها رو برای پازدن طولانی تر به امید رهایی از غرق شدن بالا برد. در ماجرای جنبش سبز نطفه های این روانشناسی بیم و امید بسته شده. در این خیزش ها پیوسته به این روانشناسی بیم و امید داره افزوده میشه. چرا؟ چون حکومت به خوبی میدونه، به خوبی میدونه نمیتونه تمام مخالفین خودش رو قل و قمع کنه. بنابراین این پازدن ها به قیمت نابودی همگان نیست. کدام حکومتی میتونه با از بین بردن چند میلیون ملت خودش هنوز روی پا بمونه؟ ولی ای دریغ، ای افسوس، از یک خونی که در دسفول ریخته شد یا در درود یا در اصفهان یا در زندان یا بر روی آبهای اقیانوس و عرشه کشتی سوزان. ای دریغ از جان یک عزیز. ولی متاسفانه در هیچ کجای دنیا، نه در انقلاب کبیر فرانسه، نه در انقلاب روسیه، نه در تحولات رنسانس اروپا، نه در جنگ‌های داخلی آمریکا، هیچ کدام آزادی ارزان و راحت به دست نیامد. با
شرم بسیار از این که در ساحل عافیت نشستم و این گفتگو رو می کنم، برای اینکه آنچه که تجزیه و تحلیل حرفه‌ای خودم هست از روانشناسی این مبارزات، آنچه که می توانستم با شما در میان گذاشتم، روانشناسی دگرگون طلبی ساختار شکنه و بر بیم و امید حرکت میکنه. روانشناسی عافیت اندیشی ثبات طلبه و میخواد آنچه که هست از دست نره. تا کی؟ حالا چطور میشه که این عافیت اندیشا و ثبات گرایان به جمع جوانان ساختار شکن بپیوندن؟ همین شرایط امروز ایران، بحران‌های اقتصادی، فراموش نکنید بازنشستگان که حقوق‌هاشون رو نگرفتند پشت جوانان ایستادند، سرمایه گذارانی که بانک‌های تقلبی ثروتشون رو بلعیدن پشت جوانان ایستادند، بحران‌های رو به افزایش اقتصادی ایران که تمام پژوهشگران اقتصادی از اون صحبت می‌کنند، کم کم دو دسته عافیت اندیش و دگرگون طلب رو به صورت یک نیروی منسجم برای پس گرفتن ایران از دست اشغالگران به وجود خواهد آورد. ولی همون گونه که گفتم، افسوس از یک جوانی که در این شفق رو به طلوع جانش از کف بره. من موقعی که اسم خودم رو میارم، واقعا من مثل نخود تو شیر برنج بودم، چون واقعا نه استحقاق نه صلاحیت اینو داشتم که در چنین جمعیتی در کنار چنین مردان مبارزی قرار بگیرم. ولی من در سن فکر میکنم 32 یا 33 سالگی بود که عضو جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی شدم. جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی جمعیتی بود که تشکیل شده بود از تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها، وکلا و حقوقدانان، تعدادی از اعضای نهضت آزادی که مهندس بازرگان و دکتر صحابی و خیلی میناچی و غیره و اینا از اون نهضت آزادی بودن، سباقیان و اینا، و تشکیل شده بود از تعدادی از چهره‌های جبهه ملی مثل زنده‌یاد علی اردلان و شهشهانی و شاه حسینی و دکتر تابنده رهبر دراویش گنابادی و اینا. به هر حال یه جمعیتی بود که یه هیئت اجرایی 32 نفره داشت. تمام مدارکش هم در 5000 صفحه موجوده. بعد من هم جز این هیئت اجرایی بودم و تنها زن عضو هیئت اجرایی هم بودم. فکر میکنم که نمیدونم ارفاق کرده بودن منو، بین خودشون را داده بودن. ولی به هر حال مدت‌های طولانی این جمعیت فعالیت میکرد. ولی یک بار من یادمه و خوشبختانه این مسئله رو یکی از دوستان جمعیت گفتن که با نوشته خود من، خط خود من در اسناد جمعیت دفاع ثبت شده. و نکته این بود، مثل که زمانی بود که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بوده غیره، یکی از چهره های جمعیت دفاع زنده‌یاد آقای دکتر ابراهیم یزدی بود که اخیراً درگذشت، و در جمعیت در جلسات ما مطرح شد که مثل که آقای رفسنجانی از آقای دکتر یزدی میخواد که دعوتی بکنه برای مشارکت در حکومت. من در اون جلسه با وجود اینکه میگم سواد سیاسی نداشتم ولی کمهوش نبودم، در اون جلسه من به عنوان معترض گفتم که جمعیت دفاع از آزادی
حق مشارکت در حاکمیت رو در هیچ زمان نداره. حالا همه اینا قولای سیاسی بودن، معین فرد توشون بود که اخیراً فوت کرد، همه قولای سیاسی بودن. گفتم مادامی که یک کسی عضو جمعیت دفاع از آزادیه، ما شورای دیدبان عملکرد حاکمیتیم و قدرت نقد بی پروا از کجروی های حکومت رو باید از دست ندیم. اگر چهره هایی از ما وارد حکومت بشن، باید عضویتشون رو در جمعیت دفاع ترک کنن. زنده یاد مهندس مهدی بازرگان یکی از اولین کسانی بود که از این ایده حمایت کرد و گفت که خب این یک پیشنهاده که اونجا منو تو جمعیت منو به اسم صالحیان میشناسن، این یه پیشنهاده که خانم صالحیان داره میکنه و قابل فکر، قابل تعمقه. میگم همه اینا جز اسناد 5000 صفحه‌ای جمعیت دفاع است و دوستان حکومتی همه نسخه ها رو دارن، چون حمله کردن جمعیت دفاع، دفترش رو بستن و همه رو تارمار کردن و نسخه های از این در منزل دوستان بود که بر جای مونده. من اون موقع منظورم از این پیشنهاد چی بود؟ من فکر میکردم اعتباری که یک جمعیت میتونه از ملت بگیره وقتی که وارد حکومت کجرفتار نشه، درست مثل شورای دیدبان حقوق بشر. شورای دیدبان حقوق بشر همیشه استقلال خودش رو برای گزارش نقض حقوق بشر حفظ میکنه. حالا من چرا اینو گفتم، این نکته رو گفتم؟ من خودم الان اگر از من بپرسند که نیروهای خارج از کشور چه کمک، یقیناً نیروی جایگزین حکومت فعلی ایران در داخل کشور، نیروی جایگزین و مدیر به اصطلاح انتقال قدرت در داخل ایران. خب نیروهای خارج از ایران از جمله شاهزاده رضا پهلوی، از جمله به خصوص ملکه سابق ایران که من با ارتباطی که با جامعه شناسایی دارم که دانشجو هستن و با من از دانشگاه‌های مختلف در ارتباطن، محبوبیت ملکه سابق ایران رو به لحاظ آماری بسیار بالاتر از حتی فرزندشون میدونن در ایران. چرا؟ به دلیل اینکه یعنی حداقل به طور تاریخی جایگزین پادشاه نیست، ولی دل سپرده به آینده و آزادی ایرانه و مادره، و مادری داغ دیده مثل هزاران مادر داغ دیده. من اعتقاد دارم که ما احتیاج داریم یک شورای دیدبان دموکراسی برای نظارت و حمایت از نیروهای داخلی در خارج از کشور فرم بگیره که نوعی اعتماد ملی پشتشون باشه، و این اعتماد ملی فقط از این جای میاد که تک تک اعضای این شورای دیدبان دموکراتیک، تک تک اعضایش متعهد باشن که وارد حکومت آینده ایران نمیشن. یعنی در واقع از این نمد به دنبال یک کلاهی واسه سر خودشون نیستن، بلکه واقعا مشتاق اینن که به صورت یک نیرویی که دنیا اونها رو به عنوان یک قوای خوشنام برخوردار از اعتماد ملی برای نظارت بر دموکراسی، نقض دموکراسی در حکومت فعلی و نظارت بر برقراری دموکراسی و رفراندوم آزاد و مشارکت عمومی در یک انتخابات آزاد و نظارت بر آزادی مطبوعات، نظارت بر حرمت حقوق اقلیت ها و شهروندان، فقط ناظر باشن. به عبارت دیگه
هیچ وقت وارد بافت قدرت نشن، ولی بر عملکرد قدرت نظارت داشته باشن. این پیشنهاد خود من هست. من تقریبا به پایان برنامه‌ام رسیدم. فقط اعلام میکنم این یک شنبه ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در مؤسسه فرهنگی ابن سینا از من خواسته شده راجع به عصب شناسی و روان شناسی خدا پرستی یک سخنرانی داشته باشم که تمرکز من بیشتر بر محور این مسئله است که در مغز انسان چه تحولاتی به وجود آمده که انسان به سمت گرایش‌های معنوی و به سمت باورهای فراطبیعی کشیده میشه. ورود برای همگان آزاد و رایگانه. دوستان عزیز، ایران نشسته در اندوه عزیزان، تا برنامه دیگر شما را به خداوند نور در برابر تاریکی می سپارم.